منبع ما در این ویدیو این کتابه، تاریخ ایران باستان دوره اشکانیان، نوشته حسن پیرنیا. دوستان سلام، به دیپادکست خوش اومدید. اگر به تاریخ اشکانیان علاقه دارید، ما یه پلیلیست داخل همین دیپادکست ساختیم به اسم پادشاهی اشکانیان. هر چیزی که در مورد اشکانیان باشه میذاریم داخل اون پلیلیست. بریم به سراغ مهرداد یکم از مقتدرترین پادشاهان دوره اشکانی. سلطنت مهرداد یکم در تاریخ ایران یکی از سلطنت‌هاییه که نتایج مهمی رو به وجود آورد. قبل از مهرداد یکم پارت دولت کوچیکی بود که از شهرهای مادی و ری تا حریرود امتداد داشت. دو تا دولت قدرتمند هم پس و پیش خودش داشت. در دولت سلوکیان هم با فوت سلوکوس چهارم، آنتیخوس چهارم معروف به اپیفان بر تخت پادشاهی نشست. جلوس او بر تخت سلوکیان یک سال قبل از مهرداد اول اتفاق افتاده بود. اما ببینیم اوضاع احوال سیاسی شرق و غرب در دوران مهرداد یکم چطور بود. بریم اول به سراغ غرب و دولت آنتیخوس چهارم. آنتیخوس چهارم در این دوران پادشاه سلوکیان بود. آنتیخوس چهارم کار چندانی به اوضاع احوال شرق نداشت، چون با غربی‌ها درگیر شده بود. بطلیموس پنجم پادشاه مصر بود، رومیان رو هم در کنار خودش داشت. همه اینها بر سر منطقه سوریه امروزی داشتن می‌جنگیدن. جنگ و خونریزی‌های زیادی هم شکل گرفته بود. 4 سال هم دیگر رو کشتند، اما نتیجه چندانی به وجود نیومد. آنتیخوس چهارم تونست یک سری از نواحی سوریه رو فتح کنه، اما به طور کامل به منطقه تسلط پیدا نکرده بود. در همین دوران بود که فلسطین هم یک منطقه قدرت تشکیل داد و فلسطینیان هم با آنتیخوس چهارم درگیر شدند و شکست‌هایی رو بر آنتیخوس چهارم وارد آوردند. آنتیخوس چهارم جنگ بعدیش با یهودیان بود. تلاش می‌کرد که یهودیان رو به طور کامل از بین ببره، هم معابدشون رو از بین ببره و هم همه این افراد رو قتل عام کنه که چیزی به اسم یهود وجود نداشته باشه. این جنگ ها 50 سال طول کشید. حتی پس از فوت آنتیخوس چهارم این جنگ ها همچنان ادامه داشت، ولی این جنگ ها هم نتیجه آنچنانی برای آنتیخوس چهارم نداشت، بلکه حکومت سلوکیان رو ضعیف‌تر هم کرد. تو سال 168 پیش از میلاد بود که این جنگ ها خاتمه پیدا کرد، ولی به شدیدترین و بدترین شکل ممکن، چرا که یک یورش قدرتمندانه توسط پادشاه رومیان انجام شد و تمامی اون نواحی که آنتیخوس چهارم به دست آورده بود ضمیمه قلمرو رومیان شد. آنتیخوس چهارم فهمید که هیچ رقم از پس رومیان بر نمیاد. اینها خیلی سپاه قدرتمندی دارن و اگر بیشتر باهاشون درگیر بشه حکومت خودش از بین میره. آنتیخوس چهارم در اینجای کار به سمت شرق متمایل شد. به طرف منطقه خوزستان رفت که اون زمان بهش الیمایس گفته میشد. منطقه خوزستان هم بسیار مهم بود و معابد مذهبی و گنجینه‌های زیادی داشت. قصد داشت با غارت گنجینه‌های خوزستان اوضاع احوال خودش رو سر و سامون بده. تمامی اون خلاهای مالی که به دست آورده بود و اون ضربه‌هایی که در طی این جنگ ها خورده بود از طریق معابد و گنجینه‌های خوزستان دوباره اونها رو برگرد. یه سر و سامونی به ارتشش و همچنین دربارش بده. به سمت خوزستان حرکت کردند، اما در اونجا با مقاومت مردمی روبرو شدند. این مقاومت مردمی هم کارساز بود و آنتیخوس چهارم نتونست پیروزی خاصی در خوزستان به دست بیاره. 4 سال هم اونجا جنگید، اون جنگ ها هم نتیجه نداد. در نهایت تو سال 168 پیش از میلاد آنتیخوس چهارم بیمار شد و بر اثر همین بیماری جونش رو از دست داد. اما بعد از آنتیخوس چهارم اوضاع دولت سلوکی بهتر نشد. تخت سلطنتی به آنتیخوس پنجم رسید، معروف به افپاتور. هرچند افپاتور 12 ساله با کمک اطرافیان دربار حکومت رو به دست گرفت و همینطور که گفتیم جنگ و ستیز با یهودی ها همچنان ادامه داشت. این از ناحیه غرب که دیدیم شرایط اصلا برای سلوکیان خوب نبود و مدام همه در حال جنگ و خونریزی بودند که حکومت سلوکیان و نواحی غربی رو تشکیل میدادن. حالا بریم به سراغ نواحی شرقی و باختر، ببینیم اوضاع احوال باختر در اون دوران به چه شکل بود. در منطقه باختر
دمتریوس پادشاهی میکرد، ولی دمتریوس و افکراتیت بر سر پادشاهی باختر با هم درگیر شده بودند و هر کدوم به دنبال تصرف این منطقه بودند. جنگ‌های زیادی هم در اون ناحیه شکل گرفت و در نهایت افکرادیت پیروز این نبرد شد و هندوستان و سیستان رو به منطقه باختر اضافه کرد. افکرادیت که پیروزمندانه داشت از هندوستان برمیگشت به دام پسرش افتاد. فرزندش هم سودای تاج و تخت رو داشت. فرزندش پدر رو کشت، جنازش هم همونجا رها کرد و از این پدرکشی هیچ گونه هراسی هم نداشت. چرخهای عرابه خودش رو به خون پدر رنگین کرد و این قضیه رو یک موفقیت میدونست. تمامی درباریان و بزرگانی که در باختر بودن اصلا از این کار خوششون نیومد و این باعث شد که درگیری های درون خانوادگی در منطقه باختر به اوج برسه. تمامی اعضای خاندان سلطنتی و سایر بزرگان و نیروهای قدرت در منطقه باختر به جون هم افتاده بودند و همه اینها باعث میشد که منطقه باختر هم به سمت ضعف و سقوط پیش بره. حالا مهرداد یکم اشکانی داشت چیکار میکرد؟ مهرداد یکم اشکانی در این دوران پیشروی خاصی به مرزهای خارجیش نداشت. چیکار کرد؟ اوضاع احوال داخل رو سر و سامون داد تا میتونست متحدان بیشتری برای خودش جمع‌آوری کرد و یک سپاه قدرتمند از سکه‌ها و همچنین از مردمان آمارت به وجود آورد، ولی به دنبال این هم بود که یک یورش رو به سمت خارج انجام بده و قلم رو به خودش رو گسترش بده. ماموران مهرداد یکم خبرهایی را از شرق و غرب برای مهرداد آوردند و گفتند بهترین فرصت برای حمله همین الانه. اوضاع احوال شرق و غرب تعریف چندانی نداره، مخصوصا باختر. مهرداد یکم هم با بزرگان صحبت کرد، با فرماندهان سپاهش مشورت کرد و فهمید که حمله رو بهتره که از باختر شروع کنه. شرایط باختر شکننده تر از مغرب زمینه. همین کار رو هم کرد. با نیروهایی از آمارد و همچنین سکه‌های سیهون و جیهون یورش قدرتمندی رو بر باختر وارد آورد. باختریان رو شکست داد و منطقه باختر ضمیمه قلمرو اشکانیان شد. مدتی دوباره استراحت کردند، اوضاع احوال داخل رو سر و سامون دادند و بعد هم نوبت به غربی‌ها رسید، یعنی همون حکومت سلوکیان. منطقه‌ای که مد نظرش بود همدان بود. می‌خواست قبل از هر چیزی همدان رو فتح کنه. یک یورش قدرتمندی هم به سمت همدان انجام داد و همدان رو دوباره بخشی از قلمرو اشکانیان کرد. چنانچه در دوران اردوان هم همدان بخشی از قلمرو اشکانیان شده بود، ولی آنتیخوس سوم همدان رو دوباره به چنگ آورده بود. اما این بار همدان با قدرت خیلی زیادی بخشی از قلمرو اشکانیان شد و زیر پرچم و سلطه مهرداد یکم. مهرداد یکم حتی قصد داشت به قلب حکومت سلوکیان نفوذ کنه، قدرتش رو هم داشت، ولی اوضاع احوال داخل آشفته شد و یک قیامی در گرگان شکل گرفته بود. مهرداد یکم ناچار شد همدان رو ترک کنه. خودش و تعدادی از نیروهاش از همدان به سمت گرگان حرکت کردند، ولی نیروهای نظامیش رو در همدان نگه داشت و گفت این منطقه رو به عنوان منطقه قدرت نگه دارید، نذارید دوباره دشمن اینجا رو از چنگ شما در بیاره. به همین دلیل همدان یکی از بخش‌های قدرتمند اشکانیان باقی موند. مهرداد یکم به گرگان رفت، شورش‌های داخلی رو سرکوب کرد، اما افرادی رو که شورش کرده بودن اعدام نکرد، چون خیلی از این شورشیان از بزرگان اشکانیان بودن. اونها به دنبال امتیازات بیشتری از مهرداد یکم میگشتن و مهرداد یکم هم این قول و قرارها رو بهشون داده بود. مجلسی هم تشکیل شد و مهرداد یکم پذیرفت که امتیازات بیشتری رو به بزرگان گرگان بده تا متحدان خودش رو همچنان حفظ کنه. مهرداد یکم با هماندیشی بزرگان نخستین مجلس رسمی ایران رو به اسم مجلس مهستان بنیانگذاری کرد. مجلس مهستان یا همون پارلمان دولت مقتدر اشکانی یکی از برجسته ترین نهادهای تصمیم گیری در دوران اشکانی. در این مجلس صلاحیت و مسئولیت بررسی مسائل لشکری و کشوری بر عهده بزرگان، فرماندهان و همچنین پادشاه مهرداد یکم بود. مهرداد یکم بعد از تسلط بر همدان و سرکوب و برگردوندن آرامش به گرگان راهی خوزستان شد. همینطور که گفتیم در اون دوران به اون الیمایس گفته میشد. مهرداد یکم با پادشاه سلوکی این منطقه جنگ سختی کرد و اون رو شکست داد و این منطقه هم به قلمرو دولت اشکانیان افزوده شد. بعد از این موفقیت‌ها مهرداد یکم پادشاه اشکانی به پارس و بابل لشکر کشید و تونست یکی بعد از دیگری سرزمین‌های ایرانیان رو پس از چند دهه از دست حکومت سلوکیان پس بگیره.
در این دوران بود که یک شورشی در باختر شکل گرفت. نیروهای یونانی باختر می‌خواستند دمار از روزگار اشکانیان در بیارن و اشکانیان را از منطقه باختر بندازن بیرون. مرداد یکم مسلماً یک چنین اجازه‌ای قرار نبود به حکومت باختر بده. با نیروهای خودش به سمت باختر لشکرکشی کرد و شورش‌های داخلی اونجا را سرکوب کرد. نه تنها دوباره بر باختر تسلط پیدا کرد که به این هم راضی نبود. به پیشروی‌هاشون ادامه دادن و تا پنجاب رو هم فتح کردند که قرار نبود بخشی از قلمرو به اشکانیان باشه. رفته بودن تا شورش ها رو بخوابونن، ولی اونجا رو هم گرفتن و قلمرو به خودشون رو در نواحی شرقی به اوج قدرت رسوندن. همه این خبرها به پادشاهی سلوکیان میرسید، ولی سلوکیان نمیتونستن کاری از پیش ببرن. پادشاهان و بزرگان سلوکی به جون هم افتاده بودند و درگیری های خانوادگی همچنان در دربار سلوکیان داشت بیداد میکرد. اون طرف هم مهرداد یکم داشت اوجگیری میکرد و هیچ کسی جلودارش نبود. سلوکیان به خودشون اومدن، دیدن که وقت رو از دست دادن و دیگه خیلی دیر شده. دیگه نمیتونن در مقابل این امپراتوری ابرقدرت اشکانی قد علم کنن. وقتی خودشون رو پیدا کردن فهمیدن که باید از دم در خونه هاشون با اشکانیان مقابله کنند. پادشاه سلوکیان پادشاه جوانی بود به اسم دمتریوس دوم. دمتریوس دوم از طریق شهرهای یونانی نشین تونست تا حدودی نیروی کمکی بزرگ جمع‌آوری کنه و از طرفی بیشتر مردم باختر یونانی هایی بودند که پس از فتح ایران توسط اسکندر وارد این منطقه شده بودند و چند دهه‌ای بود که در اونجا زندگی می‌کردند. اما چون از پارتی ها کینه به دل داشتن متمایل به دولت سلوکی بودند. به همین ترتیب چند تا شهر یونانی نشین و سلوکیان یک لشکر قدرتمند تشکیل دادن و همه اینها تحت فرماندهی دمتریوس دوم بود. دمتریوس دوم پادشاه جوانی بود، ولی فرد بسیار شجاعی بود. تصمیم گرفته بود که هر چه در چنته داره بریزه وسط. هر کاری بکنه که کار اشکانیان یکسره بشه، یا همشون بمیرن سلوکیان به طور کامل نابود بشه، یا اینکه اشکانیان نابود بشه. نه تنها جلوی پیشروی اشکانیان رو بگیرن، بلکه پاتک‌هایی به اشکانیان بزنن و کار این حکومت رو یکسره کنن. دمتریوس دوم هر کسی، هر نیروی، هر منطقه‌ای که با حکومت اشکانیان مخالف بود رو ورد زیر پرچم خودش و از اینها یک سپاه تشکیل داد. چه از بین پارتا، یعنی بعضی از پارتیان بودند که پارتیان میشدن همون اشکانیان، بعضی از پارتیان بودند که با مهرداد یکم مشکل داشتن، اینها رو ورد زیر پرچم خودش. از پارسیان، از مادها، از یونانیان، هر کسی که با اشکانیان مشکل داشت، یک سپاه قدرتمند و مردمی تشکیل داده بود. هرچند که این سپاه انسجام و اتحاد سپاه اشکانیان رو نداشت، ولی تعدادشون به مرور زمان از اشکانیان بیشتر شده بود. مهرداد یکم احساس خطر کرد، گفت به هر حال تعداد اینها بیشتره، اگر جنگی بین ما شکل بگیره حتی این احتمال میره که ما شکست بخوریم. اونجوری هم که اینها دارن میان به احتمال زیاد قرار کار ما رو یکسره کنن. مهرداد یکم دست به یک سیاستی زد، سیاستی که هم میتونست موفقیت آمیز باشه، هم میتونست به یک شکست فاجعه آمیز ختم بشه. اما تصمیم گرفت این سیاست خودش رو اجرایی کنه. مهرداد یکم از دمتریوس دوم دعوت کرد که به پایتخت اشکانیان بیاد و در اونجا مذاکرات صلح انجام بدن، هیچ گونه جنگ و خونریزی بینشون شکل نگیره. دمتریوس دوم با کمال میل پذیرفت. ولی هنگامی که دمتریوس دوم وارد قلمرو به اشکانیان شد، توسط نیروهای مهرداد یکم دستگیر شد و اون را اسیر گرفتن. بعد هم دمتریوس دوم رو شهر به شهر چرخوندن و اون رو به سپاهیانش نشون دادن. گفتن نگاه کنید، این فرمانده و پادشاهتونه که اسیر دست ما شده. شما هم سلاحاتون رو بذارید زمین و دست از جنگ با ما بکشید. اگر با ما بجنگید، همون بلایی که سر فرماندهتون اومد سر شما هم میاد و چه بسا بدتر، احتمال داره شما رو اعدام کنیم، ولی فرماندهتون رو قصد نداریم اعدام کنیم. نتیجه بخش هم بود. تمامی نیروهای مقاومت وقتی که دمتریوس دوم رو در بند میدیدن احساس خطر میکردن. میگفتن وقتی پادشاهمون زندانی شده 100% ما هم از پس سپاهیان اشکانیان بر نمیاییم. اون تعداد نیرویی هم که داشتن مقاومت میکردن انسجام لازم رو نداشتن و در جبهه های مقاومت مدام شکست میخوردن و همه اینها باعث قدرت گرفتن بیشتر اشکانیان
میان میشد. اما پادشاه اشکانی مهرداد یکم با دمتریوس رفتار بدی نداشت. دوباره دمتریوس رو بر تخت پادشاهی نشوند و مانند یک پادشاه قدرتمند با اون برخورد کرد. حتی دختر خودش رو به ازدواج با دمتریوس درآورد و یک وسط خانوادگی بین اینها شکل گرفت. چرا مهرداد یکم اشکانی این کارها رو انجام میداد؟ چند تا دلیل داشت. یه دلیلش این بود، درسته که اشکانیان و سلوکیان با هم دیگه دشمن بودن، ولی هیچ کدوم نمیتونستن حکومت اون یکی رو از بین ببرن. حکومت سلوکیان همچنان قدرت لازم برای دفاع از خودش رو داشت و اگر اشکانیان با سلوکیان درگیر میشدن، احتمال داشت سپاه اشکانیان در هم شکسته بشه و حتی ورق جنگ برگرده و حکومت اشکانی از بین بره. به همین دلیل مهرداد یکم به فکر هجوم به سمت سلوکیان نیفتاد. گفت از طریق یک سیاستی حرکت میکنم و سلوکیان رو میارم زیر پرچم خودم. این سیاست چی بود؟ در واقع همین دمتریوس دوم بود، پادشاه سلوکیان. پادشاه سلوکیان رو دوباره به منطقه سلوکی برد و اون رو مجدداً پادشاه سلوکیان کرد که در واقع این بار میشد پادشاه دست نشانده سلوکیان، چون تمامی فرامین رو از مهرداد یکم باید دریافت میکرد. از این طریق تونستش به دربار سلوکیان نفوذ کنه و حواسش باشه اگر سلوکیان کاری میخوان انجام بدن که ضد اشکانیان باشه، اطلاع پیدا کنه و جلوی این کار رو بگیره. هدف دیگه‌ای که داشت تصرف منطقه سوریه بود. بر سر منطقه سوریه کنونی ابرقدرت‌ها در حال جنگ بودن. یکی از اونها هم اشکانیان بود. مهرداد یکم که تونسته بود بر سلوکیان تسلط پیدا کنه، حالا خیلی راحت میتونست بره و منطقه سوریه رو هم بخشی از قلمرو خودش کنه. اما روزگار به پادشاه مقتدر اشکانی مجال نداد و در اثر بیماری مهرداد اول پس از 38 سال پادشاهی در سال 136 پیش از میلاد از دنیا رفت. مهرداد اول نخستین پادشاهی بود که همانند هخامنشیان لقب شاهنشاه رو اختیار کرد و تا مدت‌ها بعد پادشاهان اشکانی به احترام مهرداد یکم این عنوان رو برای خودشون اختیار نمی‌کردند.